هیچ شهری در ایران آبی نیست. نقشه کرونایی ایران قرمز، زرد و نارنجی است و آمار مرگ و میرهای کرونایی همچنان سه رقمی. مقامات بهداشتی میگویند میزان بستری مبتلایان اومیکرون در ایران 8 برابر شده و 20% بستری ها کودکان هستند. مرگ و میر کودکان هم در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. حالا ما درمانگاه میشینیم، اکثر بچه‌هایی که ما مراجعه میکنن بچه‌ای هستن که با تبای خیلی بالا میان، مثلا تبای 40 درجه 39 درجه که ممکنه چندین روز هم طول بکشه و حتی بعضی موقع سرفه اضافه میشه. سرفه ها ممکنه خشک باشه اول، بعدا سرفه ها حالت خلطی پیدا میکنن، بیحالی و خصوصا علائم گوارشیشون به صورت اسهال استفراغ. گرچه اومیکرون این بار جان بچه‌ها را هم نشانه رفته، اما هنوز مدارس بسیاری از شهرهای قرمز باز است و حضور اجباری است. میگم واقعا این مشکل ما تو مدارس داریم و هیچکی هم توجه نمی‌کنه و مجبوریم هم بریم. الان مثلا مدیرم به من گفته که اگر PCRم مثلا مثبت نشه، منفی بشه، من باید یه روز بیشتر استعلاجی ندارم. مدارس باز است، محدودیت‌ها جدی نیست و کرونا گویا برای بخش بزرگی از مردم عادی شده. بنا به آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، تنها 55% مردم در اماکن عمومی کشور ماسک می‌زنند. واقعا فکر می‌کنم که نکنه ما اصلا توی دنیای دیگه زندگی می‌کنیم. اگه چیزی که تو بیمارستان هست، اوضاع بدی که تو بیمارستان ما داریم می‌بینیم، ولی تو جامعه همه دارن زندگی عادی خودشونو می‌کنن، مسافرت‌هاشون به راه، مهمونی‌هاشون سر جاشونه. بنا به آمار رسمی دیروز 26 بهمن ماه 167 تن با ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بیش از 25,000 بیمار جدید کرونایی شناسایی و نزدیک به 3,000 تن آنها در بیمارستان‌های ایران بستری شدند. به این آمارها نزدیک به 3,500 تن دیگر اضافه کنید که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند و برای زنده ماندن در تلاش. 25 بهمن ماه میزان بستری‌های کرونایی در یک روز رکورد 5 ماه اخیر را شکست و از مرز 3000 تن عبور کرد. در پی آن مرگ و میرها هم شدت گرفت و با ثبت 168 مرگ رکورد 4 ماه قبل شکسته شد. اینها آمارهایی است که مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. آمارهایی که نسبت به درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد. اما در شرایطی که قربانیان کرونا در ایران رو به افزایش است، گزارش‌ها از کمبود شدید اقلام دارویی در کشور خبر می‌دهند. برای یک ماه ما کمبودهای مهممون که خیلی در واقع تعدادش کمه و یا شاید به نزدیک صفر رسید، نزدیک 50 قلمه و برای سه ماه نزدیک 190 قلم دارو هست. بعضی از کمبودها هم چون وقتیه، به خاطر ممکنه پیک کرونا اتفاق افتاده باشه، به خاطر فشار درخواسته، اینها هم در واقع میتونه موقتا در واقع برطرف بشه. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفته شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان و بزرگسالان در بعضی استان‌ها نایاب شده و حتی به کمپلکس و اکسپکترانت هم به سختی پیدا می‌شود. علی فاطمی گفته اگر در تامین داروهای مربوط به مقابله با ویروس جدید خللی وارد شود، خروج از پیک ششم کرونا به سختی میسر خواهد شد. مقامات بهداشتی ایران میگویند وضعیت ابتلا به کووید 19 در پایتخت بحرانی است. دو گونه اومیکرون و دلتا هر دو در ایران در حال چرخشند. همه شهرهای ایران قرمز و زرد و نارنجی است. 247 شهرستان در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در وضعیت نارنجی و 89 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.